خیلی وقتا ببین اینا استراب، استراب مزمنه. زمانی که من از آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده میترسم، بعضی وقتا ممکنه یه بیماری بگیرم، امروز میدونی عسل رفته مسافرت، هفته دیگه برمیگرده. خب من یا عسل وقتی که ما لایفمون روزانه میشه، باید هر روزمون، ولی حتما نباید لایف روزانه بشه تا آدم به این نتیجه برسه. بعضیا روحیشون از دست میدن، زودتر هم میرن. زنده برشی زنده باشم، من که نمیتونم زنده باشم. ولی اومدیم تو این دنیا تا اونجایی که زنده هستیم زندگی خوب بکنیم و بعد تموشه بره. هیچ اصلا معلوم نیست کی زودتر میره کی دیرتر میره. هیچ کسی رو نمیتونه، هیچ پیشگویی نمیتونه پیشگویی کنه این قضیه رو. انسانی که استراب مزمن داره از همین آینده های هنوز اتفاق نیفتاده یه مسخره میترسه و بعد همین باعث میشه که کار اصولی خودش رو، حال خودش رو خراب میکنه. همین احساس بد و احساس ترس و وحشت غیر اصولی به بچه ها تحمیل میشه و بچه ها آسیب میخورن و بچه ها میترسن. الان بهروز چرا باید بترسه از اینه که پدر مادرش از دست بده؟ برای اینکه وقتی از کودکی من همش میشنوم آخر سکته میکنم میمیرم، آخر این بابا تو سکته میدی، آخر این مامان تو سکته میدی، به تلفن رو برمیدارم همش ناله میکنم، همش میگم مریض مریضم. خب این برای آبایی لطفا اینم یاد داشتم من بگم مریضم. خب نگران میشم، وای نکنه تو قربت پدرم بمیره، وای نکنه مادرم بمیره، وای نکنه خواهرم بمیره، وای نکنه. فیل کنیم. اینا استرابای مزمنه که اجازه نمیده و بچه هامون هم حالا بیشنو. خب وقتی که من جلو بچه هم برگردم بگم که وای مامانم نمیره، بابام نمیره، دارم من به خودم و بچه هم آسیب میزنم. یا برگردم بگم وای من اصلا دلم به خدا اصلا از مرگ نمیترسم، من فقط میترسم بمیرم شما چجوری بزرگ شید. این صدا خیلی صدای منفی و خطرناکیه واسه بچه. به بچه ترس و استراب میده که اگه نباشی من چجوری بزرگ شم. اینا همه تلقین میشه به بچه ترس و وحشت. خب بابا جونم ببخشید، اگه پسرم چند بار از من پرسیده که تو تا چند سال عمر میکنی، چه جوابی باید بدم؟ مامان جان اصلا معلوم نیستش که انسان تا چند سال عمر میکنه. نگاه کن بعضیا کمترن، بعضیا بیشترن، بعضیا تا 103 سال هم رفتن، تا 110 سال هم رفتن. مهم این نیست که ما سن، چون بچه های شما توی سنی هستن که میتونی این صحبت رو کن، سن فقط شماره است. مهم اینه که ما الان که داریم چهار تا با هم زندگی میکنیم چقدر لذت ببریم از اینی که داریم. به بچه دارن حالو یاد میدن، الان یاد میدم، اصطلاح رو دارم ازش میگیرم، اند دروغم بهش نمیگم. ریالیتی آف لایف همینه. معلوم نیست ما اونجا، ولی چرا باید اصلا اینجوری فکر کنیم؟ ما چرا به مرگ فکر کنیم؟ به زنده بودن فکر کنیم که الان چقدر در کنار هم خوشحال و شادیم. هر وقتم میاد به فکره با من صحبت کن، با بابا صحبت کن که ازش نگیریم این ترس رو، ببره پنهانی یواشکی داشته باشه، باهات شیر بکنه، ولی نورمالایزش کنیم براش این ترس رو. جونم دیگه از این بچهش اول یا دوم ابتدایی بود، بعد بچه فهمیده مامانش مریضه، بعد مامانش گفته مامان کی میخوای بمیری؟ گفت من نمیدونم کی میخوام بمیرم کی میمیرم. گفت اینقدر نمیر که من راه نمایی بشم سالیدی چاما هر روز بتونی بدی من ببرم. آه عزیزم سو سویت. من رو دیدم که بچه هاشون چند سالشون، ولی من دخترم وقتی 10 سالشونه من اونقدر قدرت درکشون بالا نیست که من اینجوری بهشون چرا؟ هست؟ ولی من همیشه میگم که من تا موقعی زنده هستم که شما به من نیاز داریم و شما رو سپورت میکنم. دون سید هیچ وقت نرسه چون اینجوری داری بهشون امید میدی و داری داری منت میزدی سرشون، اینجوری داری بی ارزش رو میکنه. You are It's you. همه کارها رو شما داری میتونم. همطور که گفتم اتفاقا 10 سال بچه 10 ساله الان میفهمم. یا منظورم که نکنه این دل واپسی براش بیاره، این دل واپسی میاره، این صدا اتفاقا بیشتر منت و دل واپسی میاره. خوب شد که گفتی. این کیاست؟ مثلا نگاه کن الان استراب غیر واقعی نگاه کن، خوابیده میگه خدا نذار امشب این سقف رو سرم. آخه برای چی سقف رو سرتو خراب شه؟ خانم بابا وقتی من ایران بودم من هر شب با این فکر
بودن این در منجی را میرن این فکر اینکه الان زلزله اگر بیاد این سخت آوار میشه رو سر من و من از مرگ نمیترسم خانه اینه وقتی آدم مرد یه مرد دیگه روزی زنده نیست که شیرش به خواهد رو آمد بقا خوبه بیرون این حرفا ولی این خیلی حالت وحشت داری برم که اگه آوار بریزه رو سر من من روزی زنده نیست باشم من هم از این وحشت دارم ایرانیم اون علت داشته یا زلزله یا جنگ اینا بی علته اینا اصلا تو این کشور نشسته خوابیده استراب وقتی که ما اتفاق زلزله مثلا افتاده و یا در کنار ما تو شهر دیگه زلزله به وجود اومده و بعد شنیدیم که یا کشور دیگه چهار نفر زیر آوار بودن بعدا نجات پیدا کردن نرماله میاد ولی باید رد شده نباید بمونه این فکر ممکنه یه لحظه یا لحظاتی از افکار من و منفی و ترسناک بکنه ولی I have to let it go نباید نگهش دارم جدیدن میدونیم که توی تو سوادکو سیل اومد و فیلم برداری کرده بودن کل ساختمون رفت یادتون میاد یکی از یوتیوبا یکی از توی یه ساختمون دیگه از بالا دارن فیلم برداری میکنن روبرو از ساختمون خانمی که داره فیلم برداری میکنه با زبون شمالی مازندرانی هی داره گریه میکنه الهی بمیرم الهی بمیرم به زبانه مازندرانیه صدایی که من در کنار این مادر شنیدم خیلی منو غمگین کرد یه بعد تون صدای پسر بچه بود حدود 6-7 ساله بود به نظر من تون صداش به مامانش گفت مامان گریه نکن مامان تو خدا گریه نکن مامان گریه نکن گریه نکن مامانش گفت وای الهی بمیرم به زبان مازندرانی وای خود بر سرم شد الهی بمیرم تو عشق میریخ مامان فیلم برداری میکرد و بچه از گریه مادر میترسید بچه اصلا نگاه نمیکرد چه اتفاقی داره میافته بچه از گریه مادر میترسید بچه ها از گریه های بد پدر مادر خیلی میترسن یه وقتی اتفاقی افتاده گریه ما میکنن مامان بچه هم میاد میگه مامان داری گریه میکنی میگم آره مامان جون مثلا این اتفاق افتاد من گریه کردم من بعد بغل میکنیم من بیگه رو اونم گریه میکنه منم یه ذره گریه میکنم بعد حالا خوش حالا تموم شد حالا پاشیم که لت گو کنه بچه یاد بگیر لت گو کنه ولی زمانی که من یه مادر مضطربم دقیقه یه دفعه جیغ میکشم گریه میکنم بچه از کودکی ترس و اضطراب رو مثلش کاشتم خیلی دلم واقعا جگرخون شدم جگرم آتیش کرده وقتی این بچه قشنگ انگار که تجسم میکردم دامن مادرش رو گرفته ماما گریه نکن اما تو رو خدا قسمش بود تو رو خدا گریه نکن تو رو خدا چقدر این بچه از گریه مادر داره میترسه چرا بچه باید اینقدر از گریه پدر یا از گریه مادر بترسه این بچه مضطربه اینا صحنه‌های خیلی ظریفیه که ما باید حواسمون باشه توی سوگواری ما بچه‌مون رو باید ببریم ولی نه سوگواریایی که جیغ هوار گفتم تو تلویزیونم بچه رو برده مادر خاله مادر بزرگ مرده بچه 7 ساله رو برداشتن بردن تو مرده‌شورخونه آخه این چه کاراییه تو چطور بچه رو برمیداری میبری بچه یا بارها تو یوتیوب دیدیم دارن چند نفر رو اعدام میکنن بچه ها رو بردن تخمه هم ببریم منشابه همون رو ساندویچمون هم ببریم اینا مصیبت های فقر فرهنگی ماست که بچه هامون رو بیمار و مضطرب و نه فقط بیمار و مضطرب افسرده و نه فقط افسرده بلکه انسان‌های نامهربان وقتی خشونت رو ببینم ممکنه خشونت عادی میشه برای من مهربانی رو داری از من میگیری خشونت رو داری به من یاد میدی اینا مسائل خیلی جدیه که باید جلوگیری بکنیم از خودمون و از فرزندانمون